من برگشتم. هستید یا رفتید؟ میخواستم چون سیوش کنم حتما که نگه دارم، چون اگر از نیم ساعت بیشتر بشه من نمیتونم اون لایو رو سیو کنم. اگر هستید بیاید با هم دیگه شروع کنیم. سلام سلام، برگشتین. مرسی که برگشتین. بذاریم همه بیان که بعد تنفس رو خواستیم شروع کنیم. میخوام با هم دیگه تمرین تنفسی رو الان انجام بدیم. برگشتین؟ فقط یه نفر برگشت. منتظرم بیاییم. همه بیاییم، بدوییم بدوییم. سلام سلام، همه بیاییم که با هم دیگه شروع کنیم. این تنفسی رو میخوام بهتون یاد بدم که بتونید این نادی پینگالا و نادی آیداتون رو تحت کنترل بگیرید. اگر که هر جایی که هستید یک جای آروم و یک جای آروم بشینید، چون تنفس هایی که میخوایم روی نادی کار کنیم باید نشسته باشه و تمرینات تنفسی میگم مربی چقدر مهمه. شما خیلی از تنفس ها نمیتونید توی وضعیت های پیچ و نمیدونم ایستادن روی شونه و اینا انجام بدین. تنفس ها هر کدوم جایگاه خودش رو در حرکات داره. اگر مربی فقط یک چیزی خونده باشه و بیاد سر کلاس و این تنفس ها رو توی وضعیت پیچ و ما پیچ به شما ها بده، ضرر هم داره. تنفسی که الان میخوام با هم دیگه کار کنیم و بهتون یاد بدم باید نشسته باشید حتما، که ستون فقرات حتما در یک وضعیت راحت بشینید، ستون فقراتتون رو صاف نگه دارید. تنفس اول میخوایم روی نادی آیدا کار کنیم. بچه هایی که اگر بیماری عفونی دارید، اگر فشار خون بالا دارید، ضربان قلب بالا دارید، اگر از بیخوابی رنج میبرید، تبلیغ شد، ناآرومید و اینجور چیزا، نگرانید، این تنفسی که روی نادی آیدا قراره الان کار کنه تنفس شماست. نه فقط یه بار، در روز چندین بار و هر بار حداقل 20 بار باید این نفس رو بکشید تا تأثیرش رو ببینید. روزی یه بار بشینی و یه نفس بکشی بگی چرا نشد، جواب نمیگیری. روزی چندین بار این نفس رو که الان بهتون یاد میدم انجام میدین و حداقل 20 بار هر دفعه. الان فقط میخوایم 5 تا 6 بار انجامش بدیم که فقط یاد بگیرید. باشه؟ در این وضعیت ساده بشینید. یادتون باشه، دوباره تکرار میکنم، داریم روی نادی آیدا کار میکنیم. برای کسایی که فشار خون بالا دارن عالیه. وقتی فشار خونت میره بالا بشین و 20 بار نفس رو بکش، بعد دوباره باز فشار خونت رو بگیر و تأثیرش رو ببین. اگر بیخوابی داری، شبا خوابت نمیبره، این نفس رو بکش و بعد تأثیرش رو ببین. خیلی خوب، بیایم سوراخ راست بینیتون رو مسدود کنید، بگیرید، کاملا بگیرید. من نمیگم، چون اگه بگیرم تو دماغی حرف میزنم خنده دار میشه. شما در سمت راست بینیتون رو بگیرید، فقط چشاتون رو ببندید، فقط نفستون رو از سمت چپ بکشید. اصلا من به مکسش کار ندارم، به طول دم و بازدمتون هم فعلا کاری نداریم، مهمه ها، ولی الان کاری نداریم، فقط میخوایم در حد ابتدایی کار کنیم. با دم فقط از سمت چپ، بازدم فقط از سمت چپ. چشاتون رو ببندید و سعی کنید وقتی که دم میگیرید احساس کنید که این دم از ستون فقرات میره بالا، میخوره به تاج سر و با بازدم این میاد این بازدمتون پایین تا ستون فقرات. پس با هم دیگه شروع کنیم. دم، بازدم، دم، بازدم. ستای دیگه، دم، بازدم. دوتای دیگه، دم، بازدم. آخری، دم، بازدم. رها کنید. الان شما روی نادی آیدا کار کردید، نادی که انرژیش مؤنثه، با ماه در ارتباطه و انرژی سردی داره و روی بخش آرامش شما کار میکنه و سعی میکنه شما رو خونسرد کنه، آروم کنه و به سطح خوابالویی نزدیک کنه. و اگر بیش از حد انرژی در این نادی فعالیت کنه، شما یه آدم تنبل بی حال و حوصله خواهید بود.
بریم سراغ قسمت بعد. بریم روی تنفس خورش. ما به این تنفسی که روی آیدا کار میکنیم میگیم تنفس ماه. حالا بریم روی تنفس خورشید کار کنیم. من قربون شما بشم نازنین. روی تنفس پینگالا کار کنیم. سمت چپ بینیتون رو بگیرید. صاف بشینید که نادیها و چاکراها توی یه خط باشه. آماده اید؟ اول کار کنید بعد نتیجه رو بهتون میگم. بریم. دم. باز دم. چپ مسدوده ها. فقط باراست. دم. هوا میره تا تاج سر. باز دم. بفرستید کاملا تا دنبالش. چاکراه اول. دم. باز دم. ستای دیگه. دم. باز دم. دوتای دیگه. باز دم. و یکی دیگه. باز دم. خب از خواب بیدارتون کردم، چون انرژی اول شما رو خواب آلوده میکرد، انرژی دوم به شما فعالیت بدنی میده. یعنی یه روز از خواب پا میشید کسلید و کلی کار دارید و نمیتونید انجام بدید. میگه مثلا انرژیشو ندارم. روی نادی پینگالا کار کنید، فقط با سمت راست 20 بار نفس بکشید و اگر دقت کنید نفس اول شاید کوتاه‌تر بود، بعد هی عمیق و عمیق و عمیق‌تر میشد، انگار این کانالو تمیزش داره میکنه و انرژی رو خیلی راحت‌تر عمیق داره میکنه توی این کانال. حالا بچه تنفس خورشید، زمانی که بهتون بگم تنفس خورشید، تنفسی که از سمت راست انجام دادی چه اتفاقی برای بدنتون میندازه، برای روحتون میندازه. وقتی خیلی خسته ای این تنفس انجام میدی احساس میکنی یه ماساژ گرفتی، اصلا شارژ شدی، انگار دقیقا شارژر تو زدی به برق و کلی انرژیت شده اومده بالا. اگر دل شکسته، همه ما آدمیم، کسی بگه من تا حالا عمرن دلم نشکسته، باید حتما به یک دکتری چیزی نشون بده خودشو، چون ربات که نیستیم، آدمیم. دل شکستگی، اگر دچار دل شکستگی هستید، غمی دارید، انرژی پینگالا میتونه به شما خیلی کمک کنه. ترس‌های بی‌دلیل. دیدم سمین عزیز راجع به فوبیا حرف زده بود، راجع به فوبیایی که به گربه داشت توی استوریش صحبت کرده بود. تنفس پینگالا میتونه ترس‌های فوبیایی شما رو خیلی بهتون کمک کنه که تحت کنترل بگیرید. فشار خونتون وقتی پایینه، به جای اینکه برید قبلش نمیدونم آب نمک بخورید و اینجور چیزا، بلافاصله 20 بار اگر در روز چندین بار و هر دفعه 20 دفعه، هر بار 20 دفعه این نفس رو انجام بدین، فشار خون میره بالا و تنظیم میشه. آها، سرگیجه هایی که توأم با عدم تعادل هست، انرژی این تنفسی که از سمت راست انجام دادید در کانال پینگالا، پرانا رو جریان دادید، میتونه اونها رو درمان کنه و ضعف در گوارش اگر دارید، این کانال میتونه همراه بسیار بهتون کمک کنه که درمان کنه اینو. و حالا انرژی سوشومنا که دیگه بهتون گفتم که قراره، گفتم وقتی از هر دو بینی نفس میکشیم این انرژی خیلی مدت کوتاهی هست که در این پرانا در سوشومنا حرکت میکنه و ما برای اینکه بتونیم تعادل در زندگیمون داشته باشیم، یادتون باشه دائم همش نرین از سمت چپ نفس بکشید. اگر مشکل خاصی طبق اون مشکلاتی که اسم بردم دارید، چرا چند بار در روز انجام بدید مشکلتون رفع بشه. و یادتون باشه اگر بیش فعال بشه انرژی و پرانا در یک نادی، میتونه خطرناک هم باشه، چون باز از اون ور بوم میافتیم. تعادل برسونیم. برای افسردگی و بی انگیزگی هم همون، باید از انرژی سمت راست استفاده کنید. چپ رو مسدود میکنید، روی کانال پینگالا، روی نادی پینگالا کار میکنید و درمان میشه کاملا. ولی یادتون باشه نه با یه بار، دو بار، ده بار، باید هر روز این تمرین رو انجام بدید، هر روز چند بار و 20 بار حداقل نفس بکشید. و یادتون باشه این نفس ها باید نشسته باشه، چون ما قراره که روی نادی ها کار کنیم، جزء نفس هایی هست که باید در وضعیت نشسته، پاهاتون هم رو هم نباید بندازید کاملا، پاها باید در یه وضعیتی باشه که تمام اون 72000 نادی دیگه‌ای که توی بدن دارن فعالیت میکنن هم انرژی توشون جریان داشته باشه. گفتم 72000 تا در علم یوگا، حتی در علم باستانی یوگا میگه ما 350000 نادی داریم، فرعی و غیر فرعی. من فقط راجع به 3 تا نادی امروز که همه جا در یوگا راجع بهش
حرف میشه و صحبت کردم، گفتم کانال های انرژی که در بدن پرانیک ما هستن و بعد براتون گفتم که روی اون هیپوتالاموس چه اثری میذاره این انرژی پرانیک و چقدر میتونیم فکر کنم ما چقدر میریم دکترهای روانشناس، نمیگم بدنا، ولی چقدر حالت لوتوس عالیه، هر مدل نشستنی که بتونه ستون فقراتتون لوتوس جزء حرکات عالیه، اگر بدنتون انقدر انعطاف داره که لوتوس بشینید برای مدیتیشن عالیه. ما چقدر میریم درد و دل میکنیم با آدم هایی که خیلی وقتا به ما رنج بیشتری میدن تا اینکه به ما کمکی بکنن وقتی که حالمون بده، چقدر میریم درگیری های ذهنی داریم، چقدر مسائل حل نشده احساسی وجود داره در درون ما، چقدر خشم های نهفته، چقدر حسرت ها، چقدر ترس ها، چقدر حالت های عاطفی غیر قابل کنترلی که خیلی وقتا ما خودمون رنج میبریم از این حالت ها، خیلی وقتا عصبی شدن های که من میدونم آدم عصبی هستم، نمیدونم از کنترلم خارجه، به جای دست شلنگ و تخت زدن و دور دکتر و دوا و درمون و اینجور چیزا، یک مدت کوتاه بیایید و روی نفس هاتون کار کنید. شما میگید من بدنم درد میکنه، ضعیفه، نمیتونم یوگا برم. آخه قرار نیست اصلا تو حرکات خیلی عجیب و غریب یوگا رو انجام بدید. شما حتی اگر بشینید نفس بکشید دارید یوگا انجام میدید. وضعیت های آسانا ها کمک میکنه اضافه بر سازمان که انرژی رو بتونید مستقیم تر به اون نقاطی که باید برسونید. ولی حتما لزومی نداره حرکات خیلی عجیب قرار بدید. شما همینطور که نشستی دستتو بگیری بالا و نفس بکشی، خودش میتونه کلی تغییرات اساسی در جسم و روح تو ایجاد کنه. یادت باشه این دفعه رفتی کلاس یوگا، دوباره دقت کن حرکت یوگایی رو که داری انجام میدی روی کدوم بینید داره فعالیت میکنه. آیا نیاز هست که کنترل نفستو ببری؟ خیلی از وضعیت ها نیاز نیست تعادل دستتو حفظ کنی، میتونی دستتو بذاری و نفستو کنترل کنی، اما سعی کن اگر میخوای مستقیم روی این نادی ها فقط کار کنی بشینی و انجام بدی. اما اگر ببین آگاهی بدنت بالا بره، خودت متوجه میشی که توی هر وضعیت چه نفسی لازم داره. من اکثرا توی کلاس ها میگم نفس عادی یا نهایت اوجایی، که بعدم اوجایی رو باز توی همین ویدیوها درس دادم ولی بازم درس میدم بعدم بهتون، و یا اینکه نفس عادی فقط کنترلش کن و بهش آگاه باش و باش در لحظه، بهش باهاش همراه باش، در لحظه باش و همین که بفرستیش بالای بالا تو تاج سرت و برگردونی به ستون فقرات به انتهاش کافیه در وضعیت ها. و بعد میبینی که در مدیتیشن ها که 18 مدل تنفس و یکی یکی یکیشو انجام بدی چه تأثیراتی میذاره. جلسه قبل یادتونه من بهتون یه نفس یاد دادم که گفتم هماهنگ میکنه نادی هاتون رو با هم دیگه، کی یادشه؟ جلسه قبل یه تمرین تنفسی دادیم که گفتیم انرژی رو در انرژی ین و ینگ و انرژی پرانا در دو نادی به تعادل میرسونه. کسی یادش هست؟ نه؟ اوکی، بذار یه بار دیگه اینو بگم چون الان اینو درس دادم، یه وقت باید بگیم برای تعادلش چه اتفاقی میفته. برای تعادل شما از هر دو بینی نفس میکشید، میفرستید بالا، بشینید با هم انجام بدید، وقت هست. با بازدم بفرستید انتهای ستون فقرات، بعد بینی راست رو بگیرید، دم از چپ، چپ رو بگیرید، بازدم از راست، دم از راست، راست رو بگیرید، بازدم از چپ، دم از چپ، چپ رو بگیرید، بازدم از راست، دم از راست، راست رو بگیرید، بازدم از چپ، هر دو رو بگیرید، رها، دم، بازدم. این هم برای به تعادل رسوندن انرژی پرانا در دو نادی، اگر که نخواهید تخصصی روی نادی کار کنید. خب پس تا امروز ما 4 تنفس یاد گرفتیم. تنفس عادیمون رو یاد گرفتیم که عمیق کنیم، بهش آگاه باشیم. تنفس ماه رو یاد گرفتیم که روی نادی آیدا کار میکرد. تنفس پینگالا خورشید رو یاد گرفتیم که روی نادی پینگالا کار میکرد. و تنفس تعادل بخش بین این دو ماه و خورشید بهش میگیم که داره روی هر دو کار میکنه یاد گرفتیم. خب اگر سوالی هست من خوشحال میشم جواب بدم، اگر نه من یه نگاه بکنم ببینم همه رو گفتم. آها، مانترا و صدا.
صدا روی پرانا خیلی اثر داره. اون جلسه هم بهتون گفتم غذایی که میخورید روی پرانا اثر داره. شما میگن گیاهخوارها انرژیشون بالاتره، چون گیاه انرژی میوه تازه کلا پرانای بالایی دارن. موزیکی که گوش میدید روی پراناتون اثر داره. این موزیک های غمگینه، نمیدونم، پر از حرف های رکی که پر از غم و فلان و اینا رو اگر بخواید گوش بدید، خب پرانای شما یه خورده مسموم میشه، نیاز به گردگیری داره. برای همینه سعی کنید همیشه حتی در حال بدم که هستید، اگر حوصله‌اش هم ندارید، موزیک خالی گوش بدید، ولی موزیک چرت و پرت غمگین عجیب غریب گوش ندید. ممکنه خیلی ارزش هنری داشته باشه اون موزیک، ولی از نظر انرژیک ارزش انرژیک نداره و انرژی بدن شما رو پایین میاره. و همین وقتی که شما نفس میکشید، اگر گوشاتونو اگر چشاتونو ببندید صدا میشنوید دیگه، مخصوصا در بازدم صدا میشنوید. و این صدا در مانتراشو بهتون بگم، اینو الان یادم اومد، در یوگا میگه شما وقتی چشتون رو میبندید و نفس میکشید انگار در دم صدای سو میشنوید و در بازدم صدای هام میشنوید. این مانترای سو هام رو تشکیل داده که یک کلمه سانسکریته. شما در وقتی که روی کندالینی یوگا، همون انرژی که گفتم یه در سوشومنا حرکت میکنه کار میکنه، میگه مانترا رو ذهنی تکرار کن. یعنی وقتی که چشماتو بستی، وقتی داری دم میگیری، تو ذهنت احساس کن داری میگی سو، با بازدم میگی هام. توی یکی از ویدیوهام فکر میکنم اینجا توی پیج هست که من مانترای سو هام رو گذاشتم که میخونه مانترا رو براتون. و این هم یکی دیگه الان یادم اومد بهتون گفتم که روی مانترا میتونه روی پرانا تاثیر بذاره و معتقدن که شما وقتی نفس میکشین خودش داره مانترا میسازه، مانترای سو و مانترای هام. سو دم شماست و هام بازدم شماست و روی میتونه روی مانترا، روی انرژی پرانیکتون بالا بردنش خیلی بهتون کمک کنه. و همین. اگر سوالی هست من یه دور فقط بخونم این آره این ویدیو رو حتما توی یوتیوب میذارم، حتما هم ویدیو قبلی هم توی یوتیوب هست، اینو واسه همین سیف کردم که توی یوتیوب بذارم. اگر سوالی هست جواب بدم. ویدیو فردا خیلی ویدیو با نمکیه، برای کسایی که همش بهانه میارن من وقت ندارم، کار ندارم، نمیتونم چجوری یوگا کنم و اصلا وقتش نیست، ویدیو فردا رو ببینید. شما در هر وضعیتی میتونید یوگا کنید، تا فردا ویدیوشو ببین. نمیگم چی، سورپرایز چی. خیلی خب، کسی سوالی جوابی؟ من تا جایی که بتونم، بازم دارم میگم اطلاعاتی که من توی این ویدیو دادم و ویدیو قبل فقط و فقط در اندازه مشتی از خرواره، در حد اطلاعات و تجربه منه و مسلما شماها شاید بیشتر از من این اطلاعات رو بدونید. و همین، اگر سوالی نیست وقتتون رو نگیرم، میدونم که فردا باید بریم سر کار. و باز هم ممنون ازتون که لایک میکنید پستا رو، برام کامنت میذارید، دایرکت میدید، انقدر به من انرژی میده و حالمو خوب میکنه که نمیتونم براتون وصف کنم، پرانای منو بالا میبره. خب سوالی نیست، اگر نیست همتون از راه دور ببوسم و بریم سراغ زندگی. نه چقدر بچه های خوبی هستیم. من لایف ها رو ادیت میکنم، یعنی اون اول و آخر چیزایی که لازم نیست رو میزنم بعد میذارم تو یوتیوب. اگر تو یوتیوب کانال هدا یوگا رو سرچ کنید بعد سابسکرایب بکنیدش میتونید ببینید. لایف قبلی رو هم اونجا گذاشتم و لایک کنید، کامنت بدید اونجا هم ببینیم. و یه لطفی برای من میکنید، خواهشن اگر لطف کنید و لایف هایی رو که مثلا یا استوری هایی رو که راجع به پست ها میذارم رو برای من شما استوری کنید و به دوستاتون معرفی کنید. فکر کنید هدفمون اینه که به آدم ها کمک کنیم و همیشه کمک کردن و هدیه دادن پول نیست. من اینو همیشه سر کلاس ها میگم، شما لازم نیست برای اینکه به یک نفر بگید که چقدر دوستش دارید براش کادوی گرون بخرید، یا اینکه مثلا نمیدونم ببریدش رستوران، یا نمیدونم خیلی کارهای عجیب و غریب براش بکنید. همین که شما یک چیزی رو بهش معرفی کنید که حالش رو خوب کنه، شاید مشکل خیلی از آدم‌های اطراف ما افسردگی، خستگی، بیخوابی، ناراحتی باشه و انقدر تودار هستن که
به ما نگن این رو. ولی اگر شما لطف کنید و این حداقل، یا اگر نمیتونید چجوری لایف رو شیر کنید توی استوریتون تا دوستاتون اگر بیان ببینن، اگر که پیج رو برید استوریتون شیر کنید و بگید که راجع به این موضوع صحبت شده، و اگر شما این مشکل رو دارید میتونید برید توی این پیج، تا 24 ساعت لایف تو همین پیج هست، میتونن اگر یوتیوب نمیتونن ببینن تو همین پیج تا 24 ساعت سیوش کردم، بیان و ببینن و مطمئن باشید که اون برکتی که برای ما و زندگیمون درست میشه خیلی زیاده. چون خیلی وقتا آدم ها به ما از غم هاشون نمیگن، از رنج هاشون نمیگن، ولی شما اگر اینو استوری کنید و توضیح بدین که این لایو راجع به این موضوعه و اگر شما این مشکلات رو دارید میتونه بهتون کمک کنه، برید و ببینید. اصلا لازم نیست فالو هم بکنن، بیان و فقط ببینن. من چون لایو و اینا رو باز گذاشتم برای همه، حتی کسی که فالو هم نمیکنن میتونن ببینن. پس بیان و ببینن و بذاریم که حداقل این یک برکتی بشه و انرژی خوبی بشه که تو زندگی هممون بچرخه. و هر کسی که این کارو بکنه من شاتش میکنم و ازش تشکر میکنم توی استوری، چون واقعا برام مهمه که آدمهای زیادی ببینن. و شاید به نظر بیاد که من ویدیوهایی که میگیرم خیلی مبتدیه، من اصلا ادیت زیاد بلد نیستم و خیلی به نظر مبتدی بیاد، ولی باور کنید وقت میذارم و با همه وجودم اینها رو درست میکنم و انقدر خودم 100 بار قبل از اینکه پست کنم نگاه میکنم و کیف میکنم، چون احساس میکنم دارم یک هدیه ای میدم و دوست دارم که اون هدیه رو با همه وجودم براتون بسته بندیش کنم و با همه قلبم بدم. و خوشحال میشم اگر ویدیویی میذارم دوست دارید، یا اگر پستی یا حرفی میذارم یا لایوی میذارم شیر کنید روی استوری هاتون، تا اگر دوستانتون که چت خیلی وقتا تو دارم و مشکلشون رو به شما نمیگم بیان و مشکل بتونن حداقل از طریق نفس ساده، خیلی وقتا ماها با آرامش فقط یک نفس ساده فاصله داریم، خیلی وقتا ماها با قلب شکستگیمون که بخوایم ترمیمش کنیم فقط یک نفس ساده فاصله داریم. بیاین این نفس رو از هم دیگه دریغ نکنیم، اینو شیر کنید، بذارید بچه‌هایی که دوست دارن بیان ببینن و شاید با هم یک نفس ساده بتونن حالشون رو خوب کنن و زندگیشون رو تغییر بدن. یک دنیا دوستتون دارم. سگر رو نشونتون بدم. این سیسی، آره این بخش، این دختره که منه. سیسی اصلا از لایوای ما خوشحال نیست چون که شیطونی میخواد بکنه، من میارمش بالا. اینم آخرش دیگه. آها اگر خیلی وقتا میان از من سوال میگم که خاله زنکی، اگر سوالی دارید که لازمه من بدونم، چون خیلی وقتا تو لایو از توی مسیجا میپرسید. ممنون که عزیز دلم گوش کردی. سیسی پر از پراناست. من خودم وقتی خستم بغلش میکنم و بهش میگم بیا سیسی یکم به مامان آرام جان بده. میخوابه رو شکم من، نفس که میکشه مامانش آرام جان میگیره. خودش پر از پراناست. ولی یادتونه که بهتون گفتم سگ‌ها تون نفس میکشن به الها، همین علت عمرشون کوتاهه. میخواین عمر طولانی کنین حتما آروم نفس بکشید. اسمش سیسیه. سیسی اینجا به معنی چیز دختر لوس کوچولوه. If you are my English audience, I'm going to talk about pranayama very soon in English. And I'm going to tell you many secrets about this technique. Then very soon see you in live stream and I'm gonna talk English. I'm sorry if I talk Farsi now because I really miss my country and the people from my country. That's why it's time for just talking with my family, Persian family here. Okay, اگر سوالی نیست بریم پیکارمون. حرف خاله زنکی هیچ خبری نیست. پس من برم دیگه، برم به این غذا بعد بخوره و فکر میکنم که دیگه حوصله‌اش هم سر رفته. میبوسمتون، یک دنیا دوستتون دارم و باز هم مرسی. لطفاً شیر کنید، بذارید بچه‌هایی که اگر اطرافتون کسی هست که این مشکل رو داره بیاد و شاید با یک نفس بتونین حالش رو تغییر بدید. یک دنیا برام عزیزین و نمیدونین چقدر خوشحالم وقتی که میبینمتون در کنارم هستید. میبوسمتون.